یه اکسپنشن والو رو میخوایم امروز معرفی کنیم که خیلی جالبه. اکسپنشن والو تزریق مایع. ببینید، برای تزریق مایع مبرد به داخل سیمپیچ یا محفظه کمپرس کردن، همونطور که دارید توی نقشه میبینید دو جا وجود داره برای تزریق مایع مبرد به درون کمپرسور. زمانی که دمای دیسچارجمون میره بالا، شما میتونید مایع مبرد رو تزریق بکنید. یکی از محفظه چمبر هستش، یکی دیگه هم از محفظه سیمپیچ هست. شما میتونید مایع مبرد رو از این دو قسمت تزریق انجام بدید. اما تجهیزی که برای این کار استفاده میشه یه اکسپنشن والو. شما میتونید اینو از اکسپنشن والوهای ترموستاتیک استفاده کنید. طبق کاتالوگ همول مدل‌های مختلف اکسپنشن اینجا وجود داره. این مدل اکسپنشن، مدل اکسپنشن 5H. خب یه ورود داریم یه خروج. نکته جالب در مورد این اکسپنشن دو تا مطلب هستش، با هم دیگه میخواییم چک کنیم. حباب اکسپنشن معمولا میادش توی خط ساکشن نصب میشه، اما توی این مورد به این صورت نیستش. شما طبق نقشه اگر چک بکنین، حباب اکسپنشن بر روی خط دیسچارج میاد نصب میشه. یک شیربرقی هم دارید در خط تزریق مایع که این رو میتونید از طریق یک ترموستات فعالش کنید یا سنسور دمایی بذارید، از PLC تون فرمان رو بگیرید و این شیربرقی رو باز کنید. زمانی که دما افزایش پیدا کنه اون وقت مسیر باز میشه. تو حالت عادی وقتی که فوت میکنیم این اکسپنشن هوا رو رد نمیکنه، اما مثلا اینجا المنت هستش، اگر بر روی المنت بگیرید و فوت بکنید دما که بالا میره این اتفاق میفته که اکسپنشن میتونه جریان رو از خودش عبور بده و در حالت عادی کاملا بسته است، مثل یه شیربرقی عمل میکنه تقریبا. درسته سعی روش پس شیربرقی بذارید، اما در صورتی که گرم نباشه کلا مسیر رو متوقف میکنه. الان با باد چکش میکنیم، الان رد میکنه بادو. اما حالا اگر همین کار رو انجام بدیم با سرد شدنش، زمانی که سرد بشه داره دما میادش پایین، الان هولوش 60 درجه رسیده، دیگه مسیر جریان کلن قفل میشه و میبندتش و دیگه مبرد رد نمیشه. اما بازم میگم باید یک شیربرقی سر راه مسیرش بذارید، اما خودش جریان رو قفل میکنه. حبابو خنک میکنیم، الان باد میگیریم ببینیم به چه صورتی هست. هیچی جریان عبور نمیکنه، باد همش پس زده میشه. پس با حباب و دمای دیسچارج هستش که کار میکنه این نوع از اکسپنشن والو. ببینید تزریق مایع به این صورت توی خط ساکشن میتونه نصب بشه به قسمت محفظه سیمپیچ، همینطور میتونه به چمبر محفظه کمپرس کردن هم وصل بشه. پس حباب بر روی علت باید عایق بشه، حباب بر روی خط دیسچارج، خود اکسپنشن والو هم از خط مایع باید بگیره از زیر لوله خط مایع، نه روش، دقت بکنید از زیرش باید گرفته بشه که مایع مبرد برسه، نه گاز فلش که قدرت خنک کنندگی نداشته باشه.